یه قسمت دیگه از باز کردن وسایل برقی کانال خودآزمون رو میبینید. هدفی که برای این سری قرار دادیم این بود که وسایل برقی مختلف و بعد از اون حالا هر وقت وسایل مکانیکی دستم برسه اونا رو باز کنیم، ببینیم داخلشون چی هست و چطوری کار میکنن. خب این خیلی فکر میکنم کمک میکنه که ذهنمون خلاقتر بشه، بدونیم وسایلی که دور اطراف ما هستن چطوری کار میکنن و با چه مکانیسمی ساخته شدن. فکر میکنم این موضوع جالبی باشه برای خیلی از افراد. حتما توی کامنت ها برای من بذارید که چه نظری در مورد این سری ویدیوها داشتید و دوست دارید چه چیزایی رو ببینید. خب این وسیله که میبینید یه چراغ قوه ساخت کشور چینه که خب مشابه تمام وسایل چینی باستی احتمالاً داخلش از ارزون ترین متریال و مواد ممکن استفاده شده باشه، ولی در هر صورت جالبه که ببینیم داخلش چی هست و چطوری کار میکنه و این قطعات چطوری کنار هم قرار گرفتن که میتونن برق شهری رو تبدیل به برق مستقیم کنن، اونو داخل یه باتری ذخیره کنن و از اون باتری میاد تغذیه میگیره و دوتا لامپ رو با وضعیت ثابت، کم و زیاد نمیشن لامپاش، میتونه روشن کنه. یه ردیف LED داره که برای نوردهی در محل استفاده میشه، مثلا یه محل کوچیک رو گرم کنه، داخل یه چادری جایی هستید. یه دونه هم حالت چراغ قوه‌ای داره که نور رو جلو میندازه و نور رو تجمیع میکنه توی یه نقطه و به سمت جلو میندازه. باز کردنش که خیلی آسون بود، پیچای خیلی کمی داشت، به راحتی باز شد. داخلش خورده کثیف بود، بدنش رو جای مختلفش رو یه دستمالی میکشم، میخورده با الکل بردش رو پاک میکنم. الکل ایزوپروپیل باید برای پاک کردن برد استفاده کنید. حالا در آینده حتما یه ویدیو براش میسازم که آشنا بشیم با این روشم. باتریش دقیقا نمیدونم چه مدلیه، ولی احتمال زیاد یا لیتیوم یا نیکل دیگه غیر از این نداریم و این شکل باتری رو حدس خیلی بالاتری میزنم که لیتیوم باشه و شبیه لیتیوم یونه، شبیه لیتیوم پلیمر هم نیست نوع باتریش. حالا اگر دوستی بهتر از من میدونه این چه نوع باتریه حتما بیاد یه کامنت بذاره تا اطمینان پیدا کنیم که چه نوع باتری استفاده شده. از این باتری رو بازم دیدم توی وسایل مختلف چینی اینو باتری رو میزنن. خب یه سویچ داره برای اینکه جریان رو یا به LED چراغ قوه‌ای بده یا به LED های اون پنلی بده. نوع استفاده سازنده از این دو شاخش خیلی جالبه به نظر من که میتونه به برق بخوره. این دو شاخه با یه شاسی جلو عقب میشه و میتونیم اون رو به برق بزنیم، ولی خب کوتاهه، به پریزای برقی که داخل کشور ما هستن به راحتی نمیخوره. باتریش خب خالی بود، میدونستم خالی، ولی خراب نیستش. شاید باتریش ضعیف شده باشه چون باتریش ساخت سال 2014 است و همین الان 7 سال از ساختش گذشته و باتری ها میدونید که نیم عمر دارن و به مرور زمان ضعیفتر میشن با این سیکل شارژ و دشارژ شدنشون. بعد از شارژ باتری میبینم که حدود 4 ولت داره ذخیره انرژی رو نشون میده، ولی خیلی خوب شارژش نکردم چون اصلا حالت عادی هم نمیشه شارژش کرد به راحتی، هر پریزی نمیخوره، باید یه روشی داشته باشین، یه سیمی رو، بالاخره خیلی چیز میشه، غیر ایمن میشه این کاری که انجام میدیم و اون اصلا جلوی دوربین نیاوردم، دوست نداشتم یه همچین چیزی جلوی دوربین باشه، خیلی روش غیر ایمنی تونستم شارژش کنم. یه سیم کشیدم، سیم رو داخل برق کردم و این شکلی یه چند دقیقه اجازه دادم شارژ بشه. نور خوبی داره LEDش، LEDش همه سالمه. روی بردش اینجا میبینم 4 تا دیود با یه ترتیب خاصی قرار گرفتن. خب این دیودها یک ساختاری رو به اسم برج رکتیفایر تشکیل میدن. این برج رکتیفایر خب میتونید بیشتر در موردش بخونید و ببینید، من خودم هنوز ویدیویی در این رابطه نساختم، ولی این برج رکتیفایر کارش اینه که برق AC رو تبدیل به DC کنه و فکر میکنم برای این کار باشه. حالا اگه دوستی بهتر از من میدونه این رو حتما بیاد یه خورده ما رو روشن‌تر کنه توی این زمینه. خب یه LED نمایشگر داره، زمانی که داره شارژ میشه اون LED روشن میشه، یه LED خیلی کوچیک هست و برد
ساده‌ای داره و از این قطعات الکترونیکی جدید و گرون قیمت توش استفاده نشده، MLCC نداره، نمیدونم IC خیلی خاصی نداره و مشابه یه بوردیه که شاید 20 سال پیش ساخته میشد. برای بستنش خب به سادگی باز کردنش نبود برام، یه ذره این وسایل خیلی کامپکت و فشرده بودن توی محل و یه خورده آزمون خطا میخواست برای من و خب بهتر بود میرفتم اون ویدیویی که گرفتم برای باز کردنش میدیدم چطوری اینو باز کردم، همونطوری هم میبستم، ولی خب این کار نکردم، مجبور شدم این ذره آزمون خطا کنم تا لحظه که تونستم ببندمش. امیدوارم از این سبک ویدیوها خوشتون بیاد، کامنت های شما خیلی کمک میکنه که کانال جهت خودش رو پیدا کنه و بدونیم که چه ویدیوهایی در آینده ساخته بشن بهتره برای کانال. کانال خودآزمون کانال ویدیوهای آزمایشیه و اگه یه دوری توی کانال بزنید و یه نگاهی بندازید به ویدیوها میبینید که ویدیوهای آموزش الکترونیک داریم، آموزش شیمی داریم و بعضا ویدیوهای زیست پزشکی هم داخل کانال هستش، چون تخصص خود من هم این زمینه هست و علاقمند هستم توی این زمینه ویدیو بذارم براتون. لایکش کنید و به ما ملحق بشین تا یک کامیونیتی و جامعه‌ای برای خودمون تشکیل بدیم که حول آزمایش کردن و تجربه کردنه. امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.